اشتباهی شده و سمو نوتیس گرفتی. یه چرت پروندم همونم جواب داد. اونم از لینو. نوتیفیکشن برای من اومد که لینو جواب داد. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اول از همه بگم این خاطره که میخوام الان توی این ویدیو تعریف بکنم، اگر کیپاپرید ممکنه ساتون جذابیت داشته باشه این خاطره، ولی اگه کیپاپر نیستین میتونید این ویدیو رو نبینید، چون حالا نمیدونم ممکنه حالا حوصله‌تون سر بره یا ساتون جذابیت نداشته باشه. از الان بگم میتونید نگاه نکنید این ویدیو رو، اگرم دوست داشتین که نگاه کنید که عالی، چه اشکالی داره، میتونید نگاه بکنید. پس اگه دوست داشتین با من همراه باشین. خیلی خب بچه ها، توی این ویدیو میخوام خاطره نوتیس گرفتنم از لینو رو واسه تون تعریف بکنم. بچه هایی که توی پیج اینستام هستین در جریانین، چون استوری گذاشته بودم و گفتم که اگه دوست داشته باشید میتونم یه ویدیو درست کنم، کلا بیام واسه تون حالا تعریف بکنم خاطرشو، مفصل بتونم حالا توی یه ویدیو بهتون بگم. بعد دیگه بچه ها خیلی مثلا تو دایرکت گفتن که آره حتما ویدیوشو درست کن، ما دوست داریم و اینا، گفتم که ویدیوشو درست کنم. اگر استی باشین و اون روز توی توییتر بوده باشین قطعا در جریان این قضیه هستین، این قضیه نوتیس و اینا. این داستان برمیگرده به مال الان نیستش، مال 25 اسفنده. من و مریم و دوستم عاطفه یه گروه داریم توی تلگرام، بعد 25 اسفند شب داشتیم و صحبت میکردیم و اینا، بعد یهو عاطفه یه دونه پیام توی تلگرام فرستاد از یکی از کانالای مثلا استریکیت که اینجوری بود که فردا منشن پارتیه و حالا مثلا ممکنه یه سری فنا حالا نوتیس بگیرن و به توییت هایی که میزنن حالا اعضا بیان ریپلای کنن، جواب بدن اگه سوال بپرسن اینا. بعد زدم که آها، عاطفه بعد فکر کنم نوشته بود که هشتگ حسودی اگه اشتباه نکنم. بعد گفتم عاطفه ما نمیتونیم شرکت کنیم؟ بعد گفتش که چرا ما میتونیم، ولی خب عمرن اگه مثلا توییت ما رو ببینن یا مثلا میخوان جواب بدن و اینا. گفتش اصلا احتمالش مثلا 0%، احتمالش خیلی کمه دیگه واقعا. بعد آره این گفتش که آره دیگه اینجوری، گفتم آها پس ما میتونیم، من اینجوری بودم آه باشه. بعد دیگه شد فرداش، من حتی ساعت کوک کرده بودم، ساعت فکر کنم 10 یا 11 دقیق یادم نیست ساعتشو، ولی یادم ساعت کوک کردم که خب پاشم برسم. حالا منشن پارتی چجوریه؟ حالا اعضای اون گروه حالا اگه میخوان آلبوم بدن یه تایمی رو مقرر میکنن، مثلا میگن 3 تا از اعضای مثلا اون گروه، مثلا لینو، فلیکس و مثلا بنگچان، ساعت 10 تا 10:30 تایم اوناست. بعد یه سری هشتگای مشخص بهتون میدن که شما میتونه اگه سوالی ازشون دارین یا هر چی یه توییت بزنین، بعد اون هشتگ رو اگه بزنین امکان داره اونا ببینن توی اون هشتگه و ممکن جوابتون رو بدن. قضیه اینجوری و من تازه سال اولی بود که استی شده بودم، اصلا تجربهشو نداشتم، اصلا نمیدونستم این چی هست درست حسابی. فقط عاطفه واسم توضیح داده بود که آره اینجوریه، گفتم خب اوکی. بعد حالا یه سری پیام کره‌ای مثلا آماده من داشتم، یه سری هم مثلا گفتم به مریم، مریم مثلا فرستاد. بعد حالا مثلا اینا رو چیز کردم، گفتم خب اینا آماده است و اینا، من همینا رو توییت میزنم. بعد میگم حالا تایمش رسید، لینو اینا فکر کنم سه نفر اول بودن که مثلا اومدن داشتن چیز میکردن. آقا من تونتون همینجور داشتم توییت میزدم، بعد همه توییت میزدن دیگه، همه چی حالا در هم پر هم. بعد یکی از توییت ها رو که زدم، من اینجا عکساشو واسه تون میذارم، خب آیدی توییترم هم اینجا میذارم، چون ممکن حالا من دارم اینو تعریف میکنم یه نفر شک داشته باشه یا حس کنه مثلا دارم دروغ میگم و اینا، طبیعیه واقعا، فکر کنه فتوشاپ. حالا هرچی آیدی توییترم اینجا هست، اگه سرچ کنین همون اول من اون پیامو پین کردم که مثلا جوابمو داده بود. آره واسه همین میگم کی‌پاپرا نگاه کنید این ویدیو رو، ممکنه واسه غیر کی‌پاپرا یه جوری باشه که این چی داره میگه الان، چرت و پرت میگه، واسه همین میگم که آره ممکنه واسه کی‌پاپرا جذابیت داشته باشه.
آره خلاصه آقا من همینجوری پیامایی که آماده کره داشتم و تونتون همینجوری داشتم واسه خودم توییت میزدم، هشتگ هم میزدم، همینجوری دیگه نمیدونستم چیکار میکنم. آقا یکی از پیاما رو که من یکی از پیاما که توییت کردم به ثانیه نکشید نوتیفیکشن برای من اومد که لینو جواب داد. من شدم بعد من تا چند دقیقه که لود شم که مثلا ببینم جوابمو داده اینجوری بودم که نه حتما یه اشتباهی شده. بعد هی آیدیه که جوابمو داده بودم نه تیک داره کنارش، این تیکای چیز هستش، تیک داره این. بعد هی اینجوری بودم نه فکر نکنم. بعد یهو دیدم مریم پیام داد سبا نوتیس گرفتی لینو جواب تو داد. بعد من جو یه ذره طول کشید واقعا من لطشم شفتم که یه اشتباهی شاید شده باشه. آره خلاصه یه ذره طول کشید من به خودم بیام چیز شم، فکر میکنم حالا یه اشتباهی شده و نمیدونم اینجوری بودم که مریم گفت سبا نوتیس گرفتی. بعد من همجوری مثلا چیز بودم، یه ذره که گذشت دیگه به خودم اومدم نه واقعا نوتیس گرفتم. بعد اینجوری شد که یه چیز خنده داره قضیه اینه که من شاید کلی پیام معنی و مفهوم دار گذاشته بودم و توییت زده بودم، هیچ کدوم از اونا رو ندیده بود، هیچ کدوم. ات میدونید کدوم پیامو دید؟ یه دونه پیامی که حالا میگم من همجوری یه سری پیامی آماده کره‌ای داشتم و من به خیال خودم فکرم دارم واسهش مینویسم که دیشب خوب خوابیدی، بعد نگو ترجمه چیزی که من نوشتم این بودش که دیشب خوب خوابیدم. یعنی قشنگ اینجوری بود که من یه چرتی پروندم، بعد از شانس دقیقا اومد همونم جواب داد که زده بود که آفرین کار درسته. بعد اون روز میگم اگه شما تو توییتر بوده باشین قطعا میدونید خیلی مثلا چیز شد. بعد کامنت هایی که استیا میذاشتن یعنی خیلی خوب بود واقعا، اینقدر میخندم از دستشون. حالا یه سری از کامنت هاشون رو اینجا واسه تون میذارم. میگم اگه اون موقع بوده باشین توی توییتر اون روز و استی باشین احتمالا در جریانش هستین. بعد که یکی از دوستام آتنا میگفتش که سبا من رفتم نگاه کردم اون روز بین مثلا فنای ایرانی تنها کسی که نوتیس گرفته بود تو بودی، اونم از لینو. بعد یکی از دوستام میگه میفهمید چی شده، از لینو نوتیس گرفته. من میگم بعد جوری بود که یعنی من بهشون گفتم که بچه ها اجازه دارید بهم فوش بدید، یعنی در این حد که شما مثلا، حالا میگم کامنت ها رو میذارم، کامنت های فنا خیلی خوب بود اون روز، ولی خدای خیلی مهربونن، یعنی مثلا شوخی میکردن چیز میکردن، ولی مثلا اکثرشون جوری بودن که خیلی خوشحال شدیم که مثلا بین فنای ایرانی یه نفر نوتیس گرفته. میگم یه خاطره خیلی خوبه واسم این قضیه. میگم حالا آیدی توییترم رو اینجا میذارم اگه خواستید به چک کنید که ببینید حال مثلا راست میگم یا نه. من درک میکنم چون ممکنه خیلی مثلا فوتوشاپ میکنن بیان مثلا اینجا چیز کنن. آره من آیدی رو میذارم که میتونید برید نگاه کنید. ولی میگم خیلی جالب بود. بعد یکی از بچه هم گفتش که شاید اگه اون پیامو تو اشتباه ننوشته بودی، خب مثلا چیزی که من گذاشته بودم خیلی عجیب بود، مثلا فکر کن یه کار واسه طرف نوشتی دیشب خوب خوابیدم. من میگم تا لحظه اول که اصلا نمیدونستم چی نوشتم جواب کدوم پیاممو داده. مریم بهم گفتش که سبو جواب اون پیامتو داده، اصلا وضعیتی بود. من میگم خیلی خاطره باحالیه واسم و میگم شانسی دیگه یه پیام الکی من گذاشتم و دقیقه همون اومد جواب داد دیگه. همین دیگه، همینجوری اومدم سریع این، چون بچه ها توی اینستا بهم گفته بودن که دوست داریم تعریف کنید تو دایرکت، خیلی بهم پیام دادین. بعد گفتم که حالا بیام یه ویدیو سریع واسش درست کنم و واسهتون پستش کنم دیگه. همین دیگه، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خدافظ.